شرکت چینایی یفچین در حال حاضر سرگرم استخراج نفت از حوزه امو است. وزارت معادن و پترولیم هم برای اینکه بتواند از عملکرد آن نظارت داشته باشد، تفتیش فعالیت‌های این پروژه را به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌کند. از این رو بررسی این شرکت را به داوطلبی گذاشته است. 6 شرکت در این داوطلبی اشتراک کردند و یک از این شرکت‌ها که قیمت مناسب را ارائه کرد، برنده اعلام شد. کمپانی افچین را تایید می‌کند. آن کمپانی ها پروپوزال خود را پیش کرده. وارا کمپانی شه کامیاب بشی لالف ننیولی تریه پوره شه چمر مصارف کی گی چون که دا مادن دی نفتو دی افغانستان مالیات ده. دلتا شه چمر سرمگزاری دوی کهی او بیام اسناد پیش کهی دیل پارا مگتسو پیلتر لرو. با گفته آقای دلاور، قرارداد که با شرکت افچین شده است، افغانستان سهم 20% دارد و 80% سهم شرکت می باشد. از این رو نیاز دانسته شده که فعالیت های این شرکت بررسی شود. و یا فراسه که رقابت سرکی دیتا سی پمخیه. هر شرکت سی کامیاب و انشالله دیگه پروپوزل با ارزیابی کی گی او یغه تا با تا قرارداد ورکول کی گی. دا د معدن د وزارت او د افشین کمپنی د قرارداد د مصارف و د کنترول لپاره یو کمپنی ده. مسئولان شرکت نظارت کننده میگویند که گزارش دقیق از عواید و مصارف این شرکت به وزارت معدن و پترولیم ارائه خواهند کرد. مطمئن خو یم از که زمونږ یو ټیکنیکل ټیم لرو د لپاره بزنس ډیولپمنټ یو بل بخش لرو هغه ټول دا یو ځل کتلی دي په دې باندې یو میټینګ دو میټینګ شوي دي په دفتر کې نو هغې په دې یو ډیسیژن اخیستي دي هغه زمونږ منیجمنټ د زمونږ سینیئر د زمان هغوی بیا په دې باندې ښه پوهیږي نو هغې چې دا ډیسیژن اخیستې ده نو مونږ مطمئن یو چې دغه پروسه او دغه مونږ مخې ته ویسو او یو ښه نتیجې ته به ورسیږو. با گفته مسئولان در وزارت معادن و پترولیم، از 24 حلقه چای نفتی در حوزه امو پیش از 13 صد تن نفت در روز استخراج می شود.